سلام جمعه 19 اسفند 99 مارچ 2012 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دکتر سیمین دانشور بانوی رمان نویس ایران در روز جهانی زن فوت کرد رمان سووشون او که به هفته زبان دنیا ترجمه شده معروف ترین اثر دکتر سیمین دانشور بود رمان کوه سرگردان او هنوز منتشر نشده زایعه درگذشت سیمین دانشور رو به همه ملت ایران و اهل قلم و ادبیات کشور تسلیت ارز میکنم نکته دوم اینکه دویست و هفتاد نفر از فعالین سیاسی مدنی و روزنامه نگاران در داخل و خارج از کشور با امضای نامه ای از ادامه اتصاب غذای دکتر مهدی خزالی ابراز نگرانی کردند. در این نامه این فعالین نوشتند که مسئولیت هر اتفاقی برای دکتر خزالی بر گردن مقامات غذایی است و خواستار آزادی فوری او شدند. خزالی شستومین روز اتصاب غذای خودش رو پشت سر گذاشته. مهندس محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران هم بعد از چهار ماه باز داشت دیروز عصر برای شرکت در عروسی دخترش لیلا به مرخصی اومده و داماد دیگر او فرید تاهری هم که به سه سال زندان محکوم شده ساعتی بعد به مرخصی اومده نکته سومی که دانشجویان دانشگاه شهر کرد در تجمع اعتراضی که روز سهشنبه از جلوی دانشکده علوم آغاز کردند به قرار دادن کرایه برای سرویس های رایگان دانشگاه اعتراض کردند در ابتدا حراست شروع کرد به فیلم برداری برای اینکه ایجاد ترس بکنه اما دانشجویان توجهی نکردند و اختار هم کردند که اگر حتی یک نفر از دانشجوها به کمیته انضباطی یا حراست احزار بشه اکسال امره سنگین تری خواهند داشت دانشان دانشگاه شهر کرد با صدور بیانیهی خواستار حذف کرایه سرویس ها و تشکیل شورای سنفی دانشگاه شدند که این قبیل تصمیم ها با نظر شورا گرفته بشه تا 20 اسفند هم به مقامات دانشگاه وقت دادن یعنی تا فردا شنبه که اگر این کار انجام نشه وارده مراحل بعدی خواهند شد نکته چهارم اینکه سندیکای صاحبان صنایع داروی کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی ایران اختار کردند که ذخایر و موجودی انبارهای مواد اولیه واحدهای داروسازی به زودی به اتمام خواهد رسید 96 درصد داروی مورد نیاز کشور در 75 کارخانه تولید میشه که به دلیل مشکل منابع مالی اعم از ریالی و ارزی با عدم تامین مواد اولیه مواجه شدن مدتی است که داروهایی که با ارز آزاد هم وارد می شد و تولید کشور نبود کمیاب شدند و به این ترتیب بحران تحریم های بین المللی عدم گشایش اعتبارها و مشکل نقدینگی کارخانه جات و ورشکستگی بانکا و غیرو به تدریج گریبان صنایع داروی کشور رو داره میگیره نکته پنجم این که آقای خامنه ای سرانجام بعد از پنج روز تعلل راجع به نمایش انتخاباتی که جمعه گذشته برگزار کردند اظهار نظر کرد اگرچه در مواقع قبلی یک روز بعد از انتخابات حد اکثر ایشون حرف میزد اما این بار به نظر میرسه با افتضاحی که به پا شد و عدد و رقم های عجیب و غریبی که گاهی به شدت ناهمخوانی داره و گاهی در از یک حوزه رای 127 درصد دارندگان حق رای رای دادن و دهها تقلب آشکار دیگه به نظر میرسه آقای خامنه ای اصلا نمیخواسته صحبت کنه اما به دلیلی که خیلی ها مطرح کردن که چرا حرف نمیزنه به میدون اومده و ایشون حسب معمول هم خواسته بگه که آنچه که ملت کردن یک هماسه بود و چه بود و چه بود و به نفع خودش و نظام بهره برداری کنه ضمنا تو همین صحبت آقای خامنه ای با احتیاط به استقبال حرف آقای اوباما رفته راجع به حمله نظامی و در واقع استقبال کرده از اینکه به ایران حمله نظامی نشه و دیگه شاخشونه ایشون نکشیده به نظرم خود آقای خامنه بهتر از هر میدونه که نظامش چقدر در این خصوص شکننده است در خصوص تحریم ها هم ایشون گفته که کارگر نیست چون مردم پشت نظام ایستادن شاهدش هم انتخابات دوازده ای اسفنده که البته از اون شاهد هاست که ایشون بر پشتیبانی مردم از نظام آورده نکته ششم این که الیاس نادران در سایت الف نسبت به اهداف جبهه پایداری ابراز نگرانی کرده و گفته این جبهه اهدافی فراتر از ریاست جمهوری داره یعنی رهبری و در واقع کنایه آشکاری زده به جاه های آقای مصباح یزدی از, از اون نکاتی است که اگر بیشتر مطرح بشه قاعدتا آقای خامنه ای رو به واکنش وادار میکنه آقای احمد توکلی هم در مصاحبه مطرح کرده که در مورد سوال از رئیس جمهور و اینکه چرا مطرح نمیشه دائما امضاها از حد نصاب میاد پایینتر گفته که وقتی که نزدیک به طرح سوال میشه پاره نمایندگان امضاشون رو با دولت کنار میان و میفروشن به دولت باج میگیرن و کنار میرن مسئول سایت تریبون مستضعفین هم گفته انتقاد از برادران لاریجانی رو قوه قضایی جرم تلقی میکنه و باهاش برخورد میکنه او گفته ما مقابل این بیعدالتی می ایستیم البته در قوانین هست که توهین به سران سه قوه جرمه ولی ظاهرا این موضوع در مورد احمدی نژاد مستار نداره اما دو تا برادرای لاریجانی برای خودشون کاملا یک حریم قرار دادن نکته آخر اینکه اعضای چند خانواده در کشتار جدید در اطراف همس کشته شدند روز گذشته دست کم چهل و چهار نفر دیگه در همس قتل عام شدند و درگیری شدت گرفته در خصوص درگیری های در سوریه آقای عبدالله گل که در تونس به سر میبره رئیس جمهوری ترکیه گفته که با دخالت نیروهای نظامی خارجی موافق نیست اما از اعراب خواسته که راه حل دیپلماتیک پیدا کنند البته آقای گل نگفته چه جور راه حل دیپلماتیکی رو پیشنهاد میکنه قرار است که دو هفته دیگه اون کنفرانس دوستان سوریه که در تونس چند هفته پیش برگزار شد مجددا در ترکیه هم برگزار بشه به امید اینکه پشتیبانی و کمک و راه حلی برای مردم سوریه پیدا بکنه البته آقای عبدالله گل در همین صحبت به بشار هم خطاب کرده که او در واقع رفتنی است و نمیتواند از این مسیر سرکوب و کشتار مردم به حکومتش ادامه بده اندکی سبز سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و طرافراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی